نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. تجمع اعضای خانواده مسافران هواپیمای مفقود شده اندونزی در فرودگاه جاکارتا. یک هواپیمای بوینگ 737 خطوط هوایی اندونزی با 62 سرنشین دقایق پس از بلند شدن از باند فرودگاه جاکارتا از روی رادارها ناپدید شد. مقصد این هواپیما جزیره برونئو در اندونزی. تیم‌های جستجو در مختصات پروازی این هواپیما در حال گشت‌زنی هستند. ارتش اسرائیل در مناطق جنوبی این کشور سیستم‌های پیشرفته پدافند هوایی مستقر کرده. اسرائیل این تصمیم را با توجه به افزایش احتمالی تنش در این منطقه و در آستانه آغاز به کار جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا در 20 ژانویه اتخاذ کرده. سیستم‌های راهگیری موشک‌های بالستیک و سیستم دفاعی گنبد آهنین به این منطقه منتقل شدند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته که زرادخانه ی تسلیحات هسته‌ای و نظامی کشورش را گسترش می‌دهد. کیم آمریکا را بزرگترین دشمن کره شمالی نامید و گفت که ارتباط با آمریکا در گروه تغییر سیاست‌های تهاجمی این کشور است، ولی انتظار ندارد که سیاست‌های واشنگتن در قبال پیونگ‌یانگ تغییر نکند. مرکز لندن امروز شنبه خالی از رفت و آمد. دولت بریتانیا از این هفته کارزاری تبلیغاتی برای بالا بردن آگاهی مردم در مورد خطرات شرایط کنونی راه اندازی کرده. این کارزار پس از اعلام آمارهای روز جمعه راه افتاد. آمارهایی که نشان داد تنها در یک روز 1325 نفر در بریتانیا جان خود را از دست داده و 68000 نفر دیگر هم به کرونا مبتلا شدند. بالاترین آمار از زمان شیوع ویروس کرونا. سنگین ترین بارش برف در اسپانیا در 25 سال گذشته. برای اولین بار هشدار قرمز برای مادرید و برخی مناطق مرکزی اسپانیا فعال شده. فرودگاه‌ها تعطیل و بسیاری از راه‌ها بسته شده. بعضی از مردم از این فرصت برای اسکی و خوشگذرانی استفاده کردند و البته دردسرهای این برف هم کم نبوده و ارتش برای کمک به اتومبیل‌های گیر افتاده در برف دست به کار شده.